سلام دوستان عزیز، دوباره استاد قلابی ها و این بار این دوستمون با این تیپشون میگه که شما اصلا باید سعی کنی وقتی حریف بهت حمله میکنه اصلا نتونه بگیرد تو مسیر کارو انجام بده. ببین تو مسیر مستقیم یه نفر راحت جا هی من میخوام نخندم اینا رو واقعا بعضیاشونو نمیشه اینجا خیلی هم جدی وقتی شما یکی بهت حمله میکنه باید سعی کنی نتونه بگیرته، فرار کنی از گرفتن. بریم ببینیم نمونه فنایشون چیه. یقه رو میگیرن، هر کی یقه تو گرفت دست بنداز تو دست بذار رو پیشونی. واقعا اینا زندگی رو صحنه آهسته میبینن. همین نمونه هان که میرن مثلا نظامی هم میخوان برن درس بدن و اینا نگاه کن کلا رقصه مگه؟ خیلی نرم و آروم و ریلا اینجا رد میکنی دستو میاریم اینجا میزنیم تو رو خدا. الان خیلی همیان مینویسن نه 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 این تمرینه نمیدونم وینچونگه، تمرین فلانه، تمرین بیساره. بابا دقت کنین هیچ کدوم از اینا نیست. آقا کی میخواد بره پایین اینجوری؟ کی میاد به یکی اینجوری بزنه اونم آروم رد شه؟ مگه فیلم ماتریکسه؟ یه لگد هم بزن بنگی یارو بنداز اونور. خب چگونه با چاقو تو صحنه آهستم یک ساعت بعد ظریف کاری کنه که چجوری بندازه زیر گردن طرف. و این دوست اسپایدرمنمون که دیده بودین دیگه، این که رئیس هیئت مدیره بود رو دستش نداشتیم تو استاد قلابی ها واقعا با نخ و کانوا، اینم که با انگشت و اشاره. یه سری آدم هم دور و برش جمع میشن، یکی میخواد بهت حمله کنه دست میگیره اینجوری میاد پایین. بابا دمپایی رو انگشتی داره دفاع شخصی یاد میده، اونم که باش هماهنگ‌تر. و این دوستمون با بدن آمادهش آجر رو ببینید به چه صورت میکنه به کلهش. یکی آجر تکون نخور، دو تا آجر انگار که نه انگار، سه تا اصلا که نه انگار، چهار تا خاطر جمع خودت بخواب کف زمین دیگه اگه بزنی. بله سری گیج رفت ان الله تمام. این دوستمون هم که باش آشنا شدیم از اساتید اصلی استاد قلابی هست. درگیری شخصی، درگیری شدید با حریف فرضی خصوصا در حیات و سندروم پا و دست بیقرار، مخصوصا درگیری شدید با این جعبه و فن جفتک از پشت دانگ دیدیم. هر کی خواست چاقو بزنه پس حواستون باشه، نگاه کنید با چاقو اگه حمله کرد آه آه بابا تو رو خدا. صحنه رو یه جوری تند کرده صحنه رو، دیدی چجوری با پشت با پا با پشت پا بابا صحنه رو یه جوری تند کرده. این دیگه چی بود؟ ما شنیدیم کلا کاسکت محافظت میکنه از کله، این خود کله داره میزنه به کلا کاسکت، هر چه بگن داد نمکش میزنه. اوه نگاه کنی فنایی که یاد میده اصلا اسم این چیه؟ طرف میخواد پا رو بزنه که اینجوری، خب بیا یو اف سی، بیا ام ام ای مبارزه کن که اینجوری کسی به دست میزنه پشت و نگاه اونو. یه سری هم دارن مرور فن میکنن اونجا. واقعا فکر میکنن حریفی که میاد جلوشون دیسیبله. طرف اگه یقت رو گرفت کاپشن رو بده پایین. این که تو مسیر کارو انجام میده وایم نمیسته. خیلی آها لباس، فنونی که میتونی با لباس اجرا بکنی. چاقو خواست بزنه لباس. بابا شما بیا یه بار دم بازار آخری چیزهایی اینا طرف موبایل رو میخواد بزنه چاقو یه لباس رو نشون بدی لباست هم میبره. خب این دوست گردمون که اصلا اینم جز نخبه های عجیب استاد قلابی هاست، نگاه کن گره زد طرف. شدیدن هماهنگن با اونایی که دارن بهشون فن میزنن. اونی که داره فن میخوره شدیدن بدنش آماده تره. بابا این دوست چپیمو نگاه کن، خیلی هم خوشحال های فنده که داره میزنه. یکی خواست چاقوت بده، بابا این کاری که بستنی فروشا تو ترکیه هم میکنن که بستنی میخوای بگیری آه. خیلی هم حرفه‌ای ترن. آخه کی میاد تو خیابون چاقو رو نگردشی به چاقو رو بگیره مگه نون ببر کباب بیاره؟ فن و یه جمعیت هم وای میستن میبینن. آها میاری سر و پایین میچرخونی
بنده خدا اینی که داره فن میخوره عادیه. دیدی چه لحظه؟ خب مت و اینا رو نگاه کنون گوشه چجوری مت میزنی. خب این دوستمون که فقط اصلا با انرژی، ببین دستو اگه یک انداخت پشته چه فن نمیزنی؟ فن من نداره. ببین الان یادش رفت فن رو بخوره. آه یه اینجوری میندازه حریفو. این دوستمون هم که دیگه به سیم آخر زده دیگه، نمیدونه چی کار بکنه. دستی نداریم که دیگه. یکی از شخصیت های تیکنه اینو نگاه کنی، میگه دستو بگی بالا، دستو بگی بالا، میخوام بزنم دستو بگی بالا. خیلی باحال. بیچرخه میزنه و حریفو ناکاوت میکنه. دوستمون نگاه کنین، از چپ به راست، از راست به چپ. و باز دوباره این گرده نگاه فنو ببین. اینو رایان تو تیک تو کمبت هم نمیتونست بزنه، برق گرفت طرفو، دست بهش زد برق گرفتش. بروسلی مشتی زد بابا بنده خدا دیگه ولش کنید تو رو خدا. یه این چی تیرو جا خالی داد. جمعیتی حمله کردن ایشون با عصا، دیدین عصاشو گذاشت جمعیت باز شد. نمیدونم شینا وای 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 این که نصفش با انرژی نگاه. دیدید حریفو با رو هوا نگاه میکنی، یه اینجوری میکنی میچرخه میاد پایین. یه گریزی هم هر دفعه به ایشون میزنیم ما چون نداریم دست. اینی که بعد جور درگیر حریف فرضیه و شاگرد ماگرد هم داره. گذاشتی برنامه‌شو بریم ببینیم، یه برنامه کامل در موردش گذاشتیم. لغ بزن. خب میگه هر چی دستت بود میتونی دفاع شخصی اجرا کنی. ایشون الان با چتر داره یاد میده، دستو میذاری قلاب میکنی میاری پایین. دوستمون هم کلا هیچ کاری نمیکنه، یعنی دستش که گیر میشه کلا بات میاد دیگه، اصلا نمیاد دستشو بکشه عقب. نگاه کنی فنون مختلف با چتر. الله فاصله رو حفظ میکنید با چتر. با کتاب دفاع شخصی با کتاب. یکی میخواد با چاقو بزنه با کتاب برو. بعد بیاد خیابون انقلاب با کتاب. خدایا نداریم واقعا، نداریم. این مثل اینکه واقعی ببینم کابشن رو در میاره قول میده. تا اینجاش که طبیعی بود، یکم بعد کابشن رو در بیاره. همه وای میستن تا همه دیگه کابشن رو. اوه این همون دوست. اینه واقعیت، اینه اون دوستمون که اینجوری میکنه دعواشه، اینجوری کابشن رو در میاره فرار میکنه، کابشن هم میذاره یعنی برای طرف. و در ادامه چه داستانی میخوایم ببینیم؟ همه چی سیاه شد، الان روشن میشه. بله این دوستمون هم جزه نخبه های عجیب غریبیه. نگاه کنید فنون رزمی به صورت رقص. اولش طرف بکرد یه جا دیگر رو میخواد بگیره، دیدید پریدن. فکر کن یکی با چاقو وایستاده، این دوستمون نکن چاقو رو در میاره یا چاقو هم میزنه به پشت. نگاه کن چاقو جلو بگیر از پشت بزن بابا جان. بگه مهته کن نگاه کن خیلی آروم همینا رو به کشتن میدن. یکیو یاد میدن به طرف، طرف هم فکر میکنه واقعا دیگه بیرون میتونه همه کار کنه. بابا اونی که برمیداره چاقو میاره تشو دیده، تشو دیده. اهل فنا میدونن چی میگن، تشو دیده طرف. تازه سرش هم نیستی، چه فنیه. اولین دفاع شخصی چاقو در میاره در رو، حالا هی میگن دنبال درگیری میخوان بپیچن به پرپای. بابا فایتر یو اف سی هم چاقو ببینه و تفنگ ببینه در میره، چه فن دستوری کردی تو سوراخ دماغ طرف. یه دونه میزنه وسط گردنش آخر حبس ابد اونجا. حالا اینجا که نگاه کن یه چاقو در میره، یه چاقو میزنی از اونور، یه دونه میزنی. خب یه دونه دیگه استاد بعدی، ایشون میگه که کف دست، با کف دست میتونی دفاع شخصی انجام بدی. میبینی مشت که استخون داره و اینجا سفت و میتونی ضربه بزنی، نه کف دست. میدونی که میان اول یه بایومکانیکی هم توضیح میدن و یه بعد متد میگن و بعد یه مکانیزم میگن و خیلی دیگه آب و تاب میدن بهش دیگه. شما هر چیز بی ربطی رو میتونی با آب و تاب دادن مسخره ذره مثلا بزرگ جلوه بدی. یکی از چیزا همینه، نگاه کن.
طرف براش میتن میگیره، میگه پا چجوری بیاد، بدن چجوری لق بزنه، موقعی که میخوای چک بخوای. چک هم نیست، کف گرگی هم نیست، مدل چیه؟ چک کف سینه. نگاه کن نگاه کن تمریناش. خیلی هم قیافه جدیه، یعنی میدونی همینا گول میزنه دیگه، طرف نه لبخندی نه چیزی. وای 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 میگه انرژی رو جمع میکنی، تمرین 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 تا استاد کفگرگی تو سینه بشی. اون یکی که وایستاده داره میخوره، یه لحظه برین تو بر قیافهش تو چهرهش نگاه کنین، واقعا اون لبخند رو تو چهرهش نمیبینین که نگه داشته؟ من یه چیزایی دارم میبینم. فکر کن با یکی درگیر شدی، طرف بیرون وایستاده اینجوری، یه چک میزنین باز نگاهتون داره میکنی، یه چک هم از این ور. و حالا تمریناش، عجب فیلمی هن اینا. این میدونی چه حال کرد که الان صدا میده، دید صدا میده، دید که صدا میده، گفت حالا بزنی. حالا مگه ول میکنه؟ این قطاریه که شروع شده. ببین برای یه چیز مسخره، واقعا یه ضربه بسیار مسخره، چقدر داره نگاه کن. فازش هم گرفته فهم میکنه، کله رو این ور میاره. آقا تو کدوم مبارزه اول کله رو میاره این ور بعد میزنی؟ کله میاد سمت ما، نگاه کن ما رو میبینه بعد میزنه چک. نگاه کن و به خدا اون وری یه پخ کنه این پریده اون وری پخ، نمیگم چیز کنه بزنه. برای فن مسخره انقدر آب و تاب میدن و شروع میکنن حرف زدن و چرت و پرت گفتن که امر برشون مشتبه میشه که یعنی این کارنده که نیستن. استاد قلابی، اساتید قلابی که زیادن اینا. اون یکی رو نگاه، واقعا لبخند و نگرش. حالا اون دوستمون که با چاقو تمرین میکرد چجوری میاد فازشو میگیره که برای بقیه خودشو نشون بده که من آدم خفنم؟ اول میاد به خرس، حالا به خرس سیب میده دیگه، ولی اولش اینجوری جلوش باید میزده که یعنی ما با خرس و گرگ و اینا در تماسیم. ولی نگاه کنید فیلمشو در فرام سر آوردن، برای همین دفاع شخصیمون خوبه. دستو میره بالا یه هول، نگاه کن فنو. این فنو میخواد بگه چی؟ از داستان خرس اومده، یعنی برگرفته شده از خرسه. خب بابا بغل هر کی وایسی با مشت بزنی وسط تیفوسش میفته دیگه. نگاه کن میزنن بالای زایده زایفوید. اصلا عجیب غریب فنایی که این داره میزنه. استاد قلابی قلابی، اینم جز کسایی که میتونه رئیس تدارکات بشه تو اون شرکت. استاد قلابی هی خرسه رو نشون میده، هی گرگه رو نشون میده، اینم نشون میده، نازش میکنه، سیب میده بهش، اینجوری وای میسته، بعد میاد رزمیا رو بهش نشون میده. فرض کن یکی بهت حمله کرده، نگاه کن دو نفر حمله کردن، اینجوری میزنی دوتا چاقوهاشون رو میندازی. یه نگه یکی چاقوش یه ذره برتر باشه نمیفته، دوتا چاقوه. من نگم این چی گویاست، تصویر گویاست. با شلاق از دور چاقو رو بزن، دفاع ضربه. شاگردا رو نگاه، معمولا هم میان لباسای خیلی متحد و شبیه راستی رو زد. نگاه کن نکنه. رقص علنن، رقص این که دیگه. خانومه رو دیدی؟ با خانومه رقصید مرده رو گره زد. جنس رو میشناسه این.
خیلی ریلکس دست میاره میزنه سلطان دفاع شخصی بدون تماس. اسم این فکر کنم دفاع شخصی بدون تماسه. نگاه کنم فیلم های بابا جکی جان و اینا هم این شکلی دیگه نمیزدن لمس کنی طرفو. کی آخه با چاقو اینجوری حمله میکنه؟ بابا طرف خیارم بخواد پوست بکنه اینجوری نمیاد، میاد خیارو میگه. اصلا کار نداره، به چاقو نگاه نمیکنه، فقط میره دستا بذاره رو دماغ بخوابونه پایین. واقعا اینایی که کتک میخورن تو این برنامه خیلی بدنشون آماده است. حمله زد با سر. چجوری دو نفر رو به هم گره بزنیم؟ وای 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 چی شد؟ صحنه آهسته عجیب دیگه دستو میندازه هر جا اومد. اینجوری آرنج آزاد بود آرنج میزنه، پا آزاد بود پا رو میزنه، میکروفون آزاد میکروفون میزنه، این ور اومد این ور میزنه. بابا اینا دیگه کلاه برداری آخه تا یه حدی، خیلی استاد قلابی هن اینا. دوستان اینم سریال استاد قلابیه که ادامه دارد، این داستان ادامه دارد. میدونم خیلی طرفدار داره، لطفا لایک کنید اگه دوست داشتین این برنامه رو. برنامه دیگه هم آخر برنامه بهتون پیشنهاد میشه، اونا رو هم ببینید. از پلیلیستام غافل نشید، خیلی از ما درخواست کردین استاد قلابی رو گفتیم چند تا رو بغل هم بذاریم. دمتون گرم از انرژی خفنتون، با انرژی باشین، خدا نگهدار.